اگر مخاطب ویدیوهای ما در هفته‌های اخیر بوده باشید، حتما دیدید که ما از بازار بیت کوین از نیمه دوم ماه می به بعد با عنوان بازار فریبکار نام بردیم. همین اتفاق هم افتاد. یعنی هر هفته ما تقریبا اتفاقاتی رو داشتیم که نشان دهنده فریبکاری بازار بود. اوجش هم این هفته بود. در حالی که بازار در حال استراحت کردن و در واقع رنج زدن در یک محدوده خاص بود و تقریبا بیشتر تریدرها داشتن به این نتیجه میرسن که بازار به یک نزول جدی رو شروع خواهد کرد و پوزیشن فروش گرفته بودن، بازار به صورت ناگهانی در حدود یک ساعت یک حرکت صعودی بسیار جدی رو شروع کرد و 800 دلار قیمتش افزایش پیدا کرد، از حدود 9400 به 10200 رسید. گفته میشه که فقط در یکی از صرافی‌ها دارایی حدود 100 میلیون دلار از دارایی تریدرهایی که تصور میکردن بازار ریزشیه تسویه شده، که عدد بالاییه و البته نشون میده که چه تعداد از تریدرها دیدگاهشون این بود که بازار نزولی خواهد بود. با سودی شدن بازار عده زیادی از افراد تصور کردن که خب بازار این سود رو ادامه خواهد داد و این رالی ادامه پیدا خواهد کرد، چون عددی که کندلی که به صورت شارپ بالا رفته بود عدد خیلی زیادی بود و مقاومت خیلی سنگینی رو شکسته بود. تعداد زیادی از تریدرهای دنیا پوزیشن این دفعه خرید گرفتن به تصور اینکه بازار در حرکت خودش رو ادامه خواهد داد و رقم‌های بالاتری رو خواهد دید. 12 ساعت بعد از این اتفاق در یک حرکت شارپ و جدی مجدداً بازار این دفعه 800 دلار نزول کرد و حدود 250 میلیون دلار از دارایی کسانی که تصور می‌کردند بازار روند صعودی خودش رو شروع کرده این بار تسویه شد و این نشون میده که چه تعداد از تریدرهای حرفه‌ای دنیا در یکی از آمار که مربوط یکی از بروکرهاست گول بازار رو خوردن و نتونستن روند بازار رو تشخیص بدن. اگر در هفته‌های اخیر بازار رو رصد کرده باشید، می‌دیدید که بسیاری از تریدرهای مطرح دنیا ترجیح دادن که در بازار بیت کوین نباشن، سعی کنن پوزیشنی نگیرن، چه برای خرید چه برای فروش. علتش این بود که پیش‌بینی جهت بازار بسیار بسیار سخت شده بود. حتی من دیدم بعضی از تریدرهای مشهوری که خب خیلی سرسخت بودن و نگاهشون این بود که بازار حتما روند صعودی خودش رو ادامه خواهد داد، از قیمت‌های پایین پوزیشن خودشون رو حفظ کرده بودن، امروز پوزیشنشون رو بستن و اعلام کردن که دیگه یه مقدار پیش‌بینی سخت شده، ترجیح میدن تا بازار یک روند منطقی بگیره و بعد وارد معامله بشن و معاملات خودشون رو ادامه بدن. از این جهت پیش‌بینی رفتار آینده بازار کمی سخت خواهد بود. از نظر بنیادی اتفاقی که امروز افتاد گزارش اشتغال و نرخ بیکاری امریکا بود که حدود 4-5 ساعت پیش 6 ساعت پیش منتشر شد. خب تعجب همگان رو برانگیخت. تصور میکردن که خب روند افزایش نرخ بیکاری ادامه پیدا خواهد کرد، ولی با کمال تعجب نرخ بیکاری در امریکا بر اساس آمار منتشره کاهش پیدا کرد. البته اما اگر در هول و هوش این گزارش زیاده، هنوز به جنبندی خاصی نرسیدیم. من دیدم همچنان بحثا ادامه داره، باید منتظر شد و دید که چه نقدهایی به این گزارش وارد میشه، ولی اثر خودشو در بازار گذاشت. داو جونز حدود 1000 پپس رشد کرده، S&P الان حدود 3200 رسیده، اعداد مثبتی از این جهت که عرض کردیم خدمتون. هرچند همبستگی بین بیت کوین و شاخصی مثل شاخص S&P 500 شاید اثبات شده نباشه، ولی نمیشه از یک همگرایی و یک در واقع همبستگی در بلند مدت نسبت به این شاخص و قیمت بیت کوین چشم پوشی کرد. بر ترتیب این عدد رو باید رصد کرد. اما از لحاظ زمانی ما هفته‌های پیش هم خدمتتون عرض کردیم چندین سیکل زمانی فعال شده که اثرش به صورت معمول بر بازارهای مالی منفیه، اما ما اثرش رو بر بازار بیت کوین نمیتونیم از پیش تشخیص بدیم. نمیتونیم الان حکم کنیم که بیت کوین مانند طلا عمل خواهد کرد یا نه رفتار دیگری در پیش خواهد گرفت، از این جهت که تاریخچه ای از بازار رمزارز که در اختیار ما است در حدود 10 سال 11 سال بیشتر عمر نداره و از این جهت پیش بینی رفتار کمی سخت شده. اون چیزی که میشه گفت اینه که اگر
رنج زدن بازار در همین محدوده یا نوع رفتار و فریبکارانه بازار در همین محدوده اگر ادامه پیدا بکنه، یا حتی اگر حرکت نزولی بازار در درون ماه ژوئن شروع بشه، به نظر میرسه آینده پیش روی بیت کوین کمی تیر و تار خواهد بود. توصیه اکید من مثل هر هفته اینه که در روزهای منتهی به شروع ماه جولای و درون ماه جولای احتمال حرکت شارپ وجود داره. از این جهت توصیه میکنم که حتما به خصوص برای کسانی که به قصد گران شدن بیت کوین رو نگهداری میکنن و اهل ترید و معامله روزمره نیستن، حتما با یک تریدر حرفه‌ای مشورت بکنن تا در این بازار ضرر و زیان نبینند.